سرخط خبرها و مهمترین ها. روسیه: تمام اقشار جامعه افغانستان باید در ساختار قدرت گنجانده شود. والی تازه گماشته شده کابل عضو فعال القاعده بود. در پایان، خبری که تازه در رسانه های امریکایی درس کرد و میلیون ها افغان را حیران ساخت. به نام خداوند مهربان و با عرض سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. دبیر شورای امنیت روسیه به ایجاد یک دولت فراگیر که در برگیرنده تمام اقشار جامعه افغانستان باشد تاکید کرد. با گزارش اسپوتنیک، نیکولای پادروشف، دبیر شورای امنیت روسیه در 30مین اجلاس گفتگوی منطقه‌ای در دهلی نو گفت ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان شرط اصلی پروسه آشتی ملی موفق در آن کشور است. در نشست دهلی نو، مشاوران امنیت ملی کشورهای شرکت کننده بر ضرورت تشکیل یک حکومت باز و واقعا فراگیر که نماینده اراده کل مردم افغانستان و متشکل از نمایندگان تمام نیروهای اصلی و قومی سیاسی باشد تاکید کردند. سرویس مطبوعاتی دستگاه شورای امنیت ملی روسیه پس از نشست در دهلی نو اعلام کرد که گنجاندن همه اقشار جامعه در ساختار اداری و سیاسی نیاز مبرم و شرط اساسی برای روند موفق آشتی ملی در افغانستان است. گفتنی از 30مین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای صبح امروز چهارشنبه با مشارکت دبیران و مشاوران امنیت ملی هند، روسیه، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان در دهلی نو به منظور رایزنی پیرامون آخرین تحولات امنیتی منطقه به میزبانی هند در دهلی نو پایتخت این کشور آغاز شد. والی تازه گماشته شده کابل عضو فعال القاعده بود. حکومت سرپرست طالبان یک فرمانده بدنام این گروه را که در خشنترین حملات علیه غیر نظامیان در کابل دست داشت به عنوان والی جدید پایتخت گماشته است. با گزارش اسپوتنیک، لانگ وار جورنال گزارش می دهد که قاری احسان الله بریال، والی تازه گماشته طالبان برای کابل، به شبکه القاعده وابستگی داشته است. با گفته این نشریه، قاری بریال برای اجرای حملات خود بر کابل و اطراف آن به صورت مرتب از سپاه پاسداران نیز پول دریافت می کرده است. بریال در ماه نوامبر به عنوان والی ولایت کابل معرفی شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در تاریخ 7 نوامبر 2021 از بریال در جمله 44 فرد یاد کرده که از سوی این گروه در پوزهای جدید منصوب شدند. گفتنی از همه تازه گماشته شدگان برای این پوزها از اعضای تندرو طالبان هستند. بر اساس این گزارش، بریال همچنان به عنوان تسهیل کننده انتقال سلاح، مواد منفجره و افراد انتحاری از مرز پاکستان به کابل فعالیت میکرد. با گفته این نشریه، او در تولید بمب‌های دستی، آموزش افراد انتحاری و برنامه‌ریزی و اجرای حملات در کابل نقش داشته است. او یک گروه چند صد نفره جنگجویان طالبان را علیه نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان و نیروهای خارجی در این کشور بر عهده داشت. نظامیان آمریکایی پیشتر نیز اعلام کرده بودند که بریال با گروه القاعده در ارتباط است. بر اساس این گزارش، بریال بارها از سپاه قدس ایران کمک مستقیم دریافت کرده است. با گفته این نشریه، یک جنگجوی طالبان به نام امان الله در تهران زندگی می کرد و به عنوان افسر رابط مالی بین ایران و طالبان کار می کرد. خبری که تازه در رسانه های امریکایی درس کرد و میلیون ها افغان را حیران ساخت. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان: امریکا رایزنی ها را برای به رسمیت شناختن طالبان آغاز کرده است. توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، میگوید که ایالات متحده رایزنی ها را برای به رسمیت شناختن طالبان آغاز کرده است و این اظهارات را در جمع خبرنگاران در بروکسل بیان کرد. او گفت که ایالات متحده در حال حاضر روی نقشه را برای به رسمیت شناختن طالبان کار میکند. توماس وست همچنین از افزایش حملات داعش در افغانستان و حضور القاعده در این کشور ابراز نگرانی کرده و از تلاش‌های طالبان برای سرکوب این گروه تروریستی قدردانی کرده است.
نماینده ویژه افزود که طالبان به وضوح و آشکارند تمایل خود را برای عادی سازی روابط با جامعه جهانی از سرگیری کمک ها، بازگشت جامعه دیپلماتیک بین المللی به کابل و کاهش تحریم ها ابراز کرده است. اگرچه اعتقاد بر این است که جامعه بین المللی به نحو منتظر ایالات متحده برای به رسمیت شناختن طالبان است، توماس وست از آن کرد که ایالات متحده نمیتواند هیچ یک از موارد فوق را به تنهایی انجام دهد. قرار است توماس به همراه نمایندگان ویژه روسیه، چین و پاکستان در افغانستان به پاکستان سفر کند و در نشست تریویکا شرکت کند. طالبان با استقبال از نشست هند خواستار به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی شدند. دولت امارت اسلامی اعلام کرد که از نشست امنیتی هند درباره وضعیت افغانستان استقبال می کند و همزمان از کشورهای اشتراک کننده در این نشست و دیگر کشورها می خواهد که امارت اسلامی را به رسمیت بشناسند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی امروز چهارشنبه 19 عقرب در یک نشست خبری گفت که افغانستان نسبت به برگزاری نشست خوشبین است. نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه صبح امروز در دهلی نو آغاز شد. در این نشست روسیه، کشورهای آسیای میانه، ایران و هند شرکت کردند، اما چین و پاکستان دعوت هند را نپذیرفتند. موضوع به رسمیت شناختن به زودی حل می شود. سخنگوی طالبان در نشست خبریش گفت که مسئله به رسمیت شناختن حکومت افغانستان از سوی کشورها در آستانه حل شدن قرار دارد. او با اشاره به آغاز کار نماینده ویژه تازه امریکا برای افغانستان گفت که وی روابط خوب با امارت اسلامی دارد و انتظار می رود که روابط امریکا و طالبان بهتر شود. پاکستان به تعهدات خود عمل نمی کند. ذبیح الله مجاهد درباره روابط با پاکستان و سفر امیرخان متقی به اسلام آباد نیز گفت که پاکستان در بخش‌های مختلف توافقات و تعهدات صورت گرفته، اما مشکل این است که پاکستان به تعهدات خود عمل نمی کند. او ابراز امیدواری کرد که سفر هیئت به ریاست وزیر خارجه بتواند مشکلات میان دو کشور را حل کند. آقای مجاهد به نوعیت این تعهدات و چگونگی عهدشکنی اسلام آباد و دلایل آن اشاره نکرد. این نخستین بار است که یک مقام ارشد طالبان به طور رسمی از پاکستان انتقاد می کند. پاکستان در طول سالهای گذشته از حامیان اصلی طالبان بوده و پس از به قدرت رسیدن آن گروه نیز تلاش‌های گسترده‌ای را برای شناسایی بین المللی دولت طالبان راه اندازی کرده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان امروز عازم اسلام آباد شده و قرار است با مقامات پاکستان درباره روابط دو جانبه تجارت و مسئله مهاجرین گفتگو کند. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال را سابسکرایب نمایید.